به نام خدا، مجددا سلام. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی ما راجع به درخت ها صحبت کردیم و کلی در واقع مسائل جالبی راجع به درخت ها هم بهتون توضیح دادم، رو کلی مفاهیم اولیه. الان میخوام بریم سراغ پیروسازی درخت. اگه یادتون باشه ما گفتیم درخت همیشه اینطوریه که بذارم میرم پایین ترین رو، یه دونه ریشه داره و یک سری حالا این وسط فرزند داره، ممکنه چند تا باشه به این صورت. اولین چیزی که من برای پیاده سازی یک درخت باید بهش وقتی فکر میکنم میگم باید درستش کنم، این نودها هستن. یعنی یک کلاسی رو برای به نام تری نود باید درست کنم، چون در واقع درخت یک اگریگیشنی از یک سری تری نود دیگه، یک سری تری نود با هم جنس این از این نودا با هم جمع شدن با یه ساختار میشن درخت. حالا چجوری میتونم اینو مدل سازی کنم نودها رو؟ هر نود رو ببین دوستان، اینجوری میتونیم فرض کنیم که بگیم هر نود یه دونه، بذارید من یه ذره بیارم پایین تر، قطعا باید یک اشارگری داشته باشه به پدر خودش، یعنی بدون پدرش کیه، و قطعا یک ولیو داره و تو اینجا هم یک سری فرزند. یعنی همچین ستایی رو اگر من بتونم در نظر بگیرم، پدرم کیه، مقدارم چیه و بچه هم کیام، میتونم به راحتی در واقع یک ترینود رو پیاده کنم. خب بذارید من بیام به این قسمت از کار و یه دونه پکیج درست کنم، اسمشو بذارم مثلا تری، اینجا یک کلاس درست کنم به نام تری. و همونجوری که دفعه پیش براتون گفتم دیگه، از این بعد همه چیز رو سعی می‌کنیم جنریک بنویسیم که بتونیم باهاش راحت کار کنیم. خب اولین چیزی که گفتم باید پیدا کنیم، اگر یادتون باشه و توی جاوا یا زبان‌های مثل جاوا، سی پلاس پلاس یا سی شارپ یه دستی بر آتش داشته باشید، میدونید که توی این موارد نود تری نود باید یک اینر کلاسی باشه از تری. حالا من میتونم پرایویتش هم حتی بکنم، یعنی میگم پرایویت استاتیک کلاس تری نود باز هم از تی. چرا پرایویتش کردم؟ چون بیرون واقعا یک درخت من دوست ندارم. بذارید من برم توی مود پریزنتیشن که شما بهتر ببینید. خب بله بهتر شد. چرا تری نود رو استاتیک کردم؟ چون میخوام اینستنس بسازم معل فارغ از تری. و چرا پرایویتش کردم؟ چون کسی به عنوان یک ابستراکت دیتا تایپ وقتی به تری دارم نگاه میکنم، کسی نباید بدونه اصلا اون تو چه خبره، اصلا من چیکار دارم میکنم. اگه یادتون باشه گفتم چند تا پارامتر داریم. اولین چیزی که داریم یک تی هست به نام ولیو. اجازه بدید من این رو هم پرایویتش کنم و getter و setter براش درست کنم، get value و set value برای اون نوده. و گفتیم که دو تا چیز داریم، یکی یک تری نودی در واقع داریم از t به نام parent و یه دونه در واقع یک لیستی از تری نودها داریم هم بذارید من ایمپورت کنم به نام children که به صورت پیشفرض هم میتونیم از یه array list استفاده کنیم و خالی هم هست، یعنی به صورت دیفالت کسی رو نداره و به صورت پیشفرض هم میگیم parent null. value هم که نمیدونیم چیه، شما حتما باید یک value رو set کنید. خب به جای خوبی رسیدیم. حالا ما میخواییم یک در واقع تری نود رو بسازیم، ما باید چند تا حالت خاص رو در نظر بگیریم. سازنده اجازه بدید که براش در نظر بگیریم. اولین سازنده که من میخوام براش در نظر بگیرم، اجازه بدید یه دونه سازنده حالت فکتوری متد داشته باشم، استاتیک تری نود بگم از تی به نام مثلا بگیم make
روت ریشه رو میخوام بسازم. خب ریشه هیچ پدری نداره و فقط یه ولیو براش کافیه و بگیم پاپ پابلیک استاتیکش هم بکنیم چون از بیرون میخوایم معلوم باشه. میک روت یه اسم تی داره به نام ولیو و ببینیم چه مشکلی اینجا داره. cannot be referenced from a static constant. او آره آره یه خب من الان نمیتونم استاتیکش کنم. اجازه بدید استاتیک رو برداریم راست چه هم نمیذاریم make root بگیم three node. بذاریم من این رو اصلا چند مدل من بیام constructor براش بسازم. یه constructor میسازم که فقط value رو میگیره و value رو set میکنه. در واقع انگار این یک برای ساختن ریشه و یه constructor ویژه هم براش میذارم برای ساختن در واقع سایر گره. خب پس من آوردم اینجا یه کلاس درست کردم به نام تری نود. حالا میتونم بیام تریم رو تعریف کنم. خب اگه یادتون باشه تری اینجوری بود که یک ریشه داره دیگه. یعنی من کافیه بگم آقا این کلاس تری یک تری نودی از تی داره به نام روت. تموم شد دیگه. بقیهش آسونه. یک هر درخت یک ریشه داره که اون ریشه خودش یک نودیه که یک ولی توش هست پرنتش کناله و یک لیستی از دوباره نودها رو داره که اون نودها میتونن زیرش بیان. خب اجازه بدید من یه دونه فقط کانستراکتور بذارم براش. آیا میتونم درخت خالی درست کنم؟ یه درختی حالا بگیم اینجوری نذاریم چون با تری نود هیچ کسی هیچ کاری نداره و از بیرون نباید ببینه. بگیم root و اینجا مثلا بیایم بگیم this.root مساوی new tree node از root. بگیم root value بهتر باشه شاید. خب به همین سادگی من الان میتونم یک درخت بسازم بعد به یکی از اون نودها هر کدوم از اون نودها میتونم children add کنم و همجوری برم جلو. بیا تو هم تستش کنیم. من یک مدت main مینویسم ببینم میتونم دیزاینم رو بهتر کنم. مثلا خودم فکر نکردم همینجوری اومدم جلو. اگر بشه میخوام دیزاینم رو بهتر کنم. بگم یک tree از string داریم به نام tree مساوی new tree. حالا میگه برای مقدار مثلا ولی روت مثلا بگو علی و اجازه بدید که من تو اینجا یک سری متد گتر و ستر بهش اضافه کنم چون الان بذاری مطابق کتاب من پیش برم که تناقضی تو پیاده سازی همون با کتاب نباشه. ببینم از چه روشی استفاده کرده. دقیقا اونجا یک روت گذاشته یه دونه پرنتی از یک حالا پوزیشن همون تری نوده میتونیم بگیم هست نام چیلدرن و آره اوکی. هم خیلی فرقی با داستان ما نداره. آره خیلی فرقی با حکایت ما نداره. فقط یه نکته رو که اینجا اومده گوشزد کردی که درستم هست اینه که میگه این تری نوده پرایویت نباشه چون از بیرون باید قابل لمس کردن باشه. یعنی خیلی از کاربرا شاید بخوام با این تری نوده کار کنم مثلا این تری نوده رو اضافه کنم. خب من الان یه دونه چیز زدم. بذارید یه دونه گتر اضافه کنم alt insert برای root اسمش رو میذارم get root. الان پس من یه tree ساختم بعد اومدم میتونم به اون tree.get root بگم مثلا children
بذارید من children رو هم اینجا براش یه دونه getter بذارم. آره دیگه، هم باید برای children getter بذارم و هم برای یه getter بذارم برای parent و children. میتونم بگم dot get children dot add کن. دقیقا مثلا میتونم بگم یه دونه به بچه اون در واقع به بچه ریشه میخوام یه دونه اضافه کنم دیگه، یه ترینود جدید اضافه میکنم مثلا به نام حسن. خب الان من یه تری ساختم که در واقع یک ریشه ای داره علی، بعد یه دونه اون ریشه هم یک فرزند داره به نام حسن. بذارید من این رو بیام دیباگ کنم و بهتون نشون بدم که آیا ساختاره واقعا شکل گرفته یا نه. حالت اینو برای تری نود ما مثلا میتونیم یه حالت خاصی رو در نظر بگیریم. بذارید نگاه کنیم اینجا root. خب یه نالی داره children. خب root parentش ناله. اینجا یه children اضافه کردیم به نام حسن ولی پرنتش نال. خب اینجا یه سوژه دادیم، پس اینجا باید دیدیم حتما تو تری نود توی سازنده آره پرنت ها ندادم بهش، باید پرنت رو بگم در واقع تری دات روت بهتر بگیم get root. الان بهتر میشه، الان واقعا ببینید اون ساختار شکل گرفته دیگه. یعنی من الان همچین چیزی رو درست کردم، یه دونه تری دارم، یه ریشه داره ولی پرنتش ناله، ولیوش علیه، یه دونه بچه داره بچه حسنه، پرنتش هم که همون علیه است و حسن همین چیلدرن نداره. در واقع بذارید من بیام روی این وایت بورده ساختاری رو که درست کردیم و خدمتون نشون بدم. در واقع کجا رفتش؟ اینجا. در واقع ما یه همچین درختی رو ساختیم. یه همچین درخت رو ساختیم با همین سادگی. پس ببینید درخت ساختن با اون استراکچر خیلی چیز پیچیده ای نیست. شما همیشه یه تری نودی دارید که یه ولیو داره، یه پرنت داره، به پرنت میتونه اشاره کنه و یه سری بچه هم که میتونه یه لیستی از فرزندان داشته باشه. فقط باید ADTمون رو تا میتونیم درست کنیم، یعنی ADT خوشگلی نیست. ببینید مثلا من اینجا الان اومدم get children کردم dot add کردم. خب بهتره مثلا تو تری نود من یک در واقع یک متدی داشته باشم که void باشه به نام add child مثلا، که یک تری نودی مثلا از چی رو بگیره add کنه به اون. دیگه هی نرم بگم get کن و مثلا این کار رو انجام بده، بگم get children dot add کن child. مثلا نکنه الان این همچین متدی رو درست کردم دیگه اینقدر درگیر این پیچیدگی نیستم. مثلا میتونم بگم dot add child کن و حتی میتونم این تو بیام یک کار باحالتری هم بکنم، بگم child dot بذارید بر parent هم یه setter درست کنیم، یعنی پرنتش هم اونجا درست کنم، بگم دات بودم اونجا میتونم بگم set parent دیگه. حتی نه نیازی نیست از بیرون بذاریم دست باش کنیم، بذاریم تو محدود باشه، بگم child.parent مساوی this. یعنی من الان این کار رو بکنم دیگه حتی لازم نیستش که یعنی همین چیزی رو بدم، کافیه خودش parent ها رو درست بکنم. بیاید ببینیم، یعنی من اومدم دیزاینم رو روی ذره باحال‌تر کردم، سعی کردم با یک تابع اضافه به نام add child که واقعا یه فانکشنالیتی رو داره نشون میده خیلی از کارا رو دستی دیگه نکنم. ببین الان توی این children حسن هست که پرنتش علیه و درست شده که آقای علی یه دونه children داره و حسنش نداره. یعنی با همین ترتیب واقعا میشه خیلی کارا رو کرد. حتی من میتونم اینو باحال‌ترش هم بکنم، بگم مثلا لازم نیست تری نود بهم بدی،
مثلا میتونی یه ولیو خالی هم بدی که حالا من تیرنودو خودم بسازم، اینجوری میتونی بهترش کنی. پس شما الان با پیاده سازی در واقع درخت آشنا شدید. بذارید ببینم چقدر صحبت کردیم. اگر خیلی صحبت نکرده باشیم، نه به اندازه کافی صحبت کردیم. شما الان با درخت آشنا شدید. من یک مفهومی رو میخوام توی قسمت بعدی بهتون باهاتون بحثش رو انجام بدم به نام ایتریتور، که چیز فکر کنم باحالی باشه. حالا انشالله با هم تو اونجا میبینیم. فعلا پس ویدیو رو من کات میکنم تا انشالله توی قسمت بعد راجع به ایتریبل و ایتریتور با هم صحبت کنیم. فعلا خدا نگهدار.